سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه 27. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکمی از متن کتاب فاصله گرفتیم، نبضمون یکمی کند شده. انشالله امروز یکمی باز متن کتاب رو داشته باشیم. از این نکاتی که دیروز عرض شد زیاده و ما هم بیمیل نیستیم که اینجور بحثایی رو داشته باشیم، ولی خب فعلا میخواییم با روال کتاب پیش بریم. طبعا جلوتر باز به مناسبتهایی نکات دیگری عرض خواهد شد. ماه رمضان هم ماهیه که کلن آدم حال و هوای اینجور مسائل رو بیشتر داره، مثلا همین فیلم های برزخی و اینا بیشتر مال ماه مبارکی که میسازن. گفتم آقا رو میان الان یه کلاگیس سفید سرش میکنن و هی شیطون گولش میزنه ما کیف میکنیم. نمیده فیلم های ماه مبارک، حالا بحث شیطون و نمیدونم برزخ و چش برزخی، حتی بعضی هاش که واقعا هندی بود دیگه. مثلا یه سال فیلم ساخته بودن، یه استادی بود که حالا همین تازگی هم بازیگرش به رحمت خدا رفت، بعد اون چشم برزخی داشت، عمل چشم انجام دادن، چشمش رو پیوند دادن به شاگردش، شاگرده چشم برزخی پیدا کرد. تو خیابون میرم خبر رو میدید و هم یه چشمش رو پیوند زدن جفت چشمش برزخی میدید. این هم چیز عجیبی فقط در تلویزیون ایران یه همچین مسائلی دیده میشه و از این قشنگتر نمیشه چشم برزخی رو به لجن کشید. واقعا باید یه خرس طلایی، نمیدونم یه گاو نقره‌ای، چیزی به این عزیزان بدیم، بس که هنر دارن در به فحشا کشیدن کلمات قرآن و روایات و نابود کردن این معارف. واقعا من حاضرم از پول جیبی خودم یه پولی به اینا بدم کلن تو باب معارف چیزی نسازن. مگه چشه همین ازدواج ها و نمیدونم به هم میرسن و شب عید و اینا اصلا اینا بسازن چیکار دارن به علامت غیب؟ و الان یکی از ترس های بنده اینه که یه وقتی خدای نکره بخوان کتاب آن سوی مرگ رو فیلمش کنن. یعنی اصلا هیچی دیگه، همه چی نابودی، همه حرفا هم میره هوا، دود میشه. خلاصه تو داستان رسیده بودیم به اینجا که این آقای دکتر رفت وارد عالم برزخ مادرش شد. میگه دیدم تمام فضا اونجا از جنس نور بود. ازش میپرسن که جلوی عمارت سکو و پلکانی وجود نداشت؟ میگه چرا، دو ردیف پلکان نوری دیده میشد به صورت نیم دایره، یکی در سمت راست دیگری در سمت چپ. بالای پله‌ها پیشگاهی عریض به چشم می‌خورد. در میانه پیشگاه دری از نور قرار داشت. با گذشتن از اون میتونستم وارد عمارت بشم که در مورد نور نکات رو جلسه قبل گفتیم، ولی در مورد نور خیلی حرف بیش از این هاست. اتمم لنا نورنا، که اینا درخواست می‌کنن خدا نور ما رو تمام کن. تو دنیا هم نور دارن، جعلنا له نورن یمشی به الناس. در مورد مؤمن میگن اتقو فراست المؤمن، از زیرکی مؤمن بترس. چرا؟ انهو ینظر به نور الله، مؤمن همینجا با نور خدا نگاه میکنه. یه تعبیر خیلی قشنگی رهبر انقلاب تازگی به کار بردن به دوستان طلبه گفته بودن، فرموده بودن که اهل تهجد و بیداری شب باشید، بیداری شب نوری میده که روز چاله چوله ها رو تشخیص میدین. که ما قبل از اینی که ایشون بفهمه اون داستان از استادمون رو گفتیم که ایشون نماز شبی خونده بودن و بعد روزش اتفاقی افتاد و اینها، که مرحوم آیت‌الله پهلوان تهرانی همین جمله رو بهشون فرموده بودن که اگر کسی سحر خوب استفاده کرد روزش نورانی میشه. لذا گفتن ماه مبارک رمضان جرائم به شکل عجیب غریبی کم میشه تو ایران. این هم به برکت نوره، یه گوشه این نور روزنه میزنه میتابونه و دوران امام زمان هم اینجوری مملکت آباد میشه. اشرقت الارض به نور ربها، با گفتن با نور امام زمان دنیا هدایت میشه و آباد میشه. اونی که ما نیاز داریم نوره، نور میخوایم. دنیا و آخرت با نور آباد میشه. هر مصیبتی که هست مال ظلمته، هر بدبختی و گرفتاری که هست مال ظلمته، نور گرفتاری نداره مگر اینکه تبدیل به نار بشه. خب میگه حالا لطفا منو داخل خونه ببرید، مشتاقم که داخلش رو ببینم. درونش ساده اما بی نهایت زیبا بود. خونه کی؟ خونه مادر ایهای دکتر. چون از نور ساخته شده بود زیباییش دوچندان به نظر می رسید. خونه مادرم از یک سالن بزرگ حدوداً 1000 متر مربع و چندین اتاق تشکیل شده بود. بله روایت عجیب غریبی داریم. حالا من
بعضی وقتا هوس میکنم بعضی روایت ها رو بخونم، اینا بحث میفتیم انشالله. فقط الان آنانسشو میام، انشالله بعضیش رو براتون میخونم. وسعت بهش برای مؤمن معمولی، یه مؤمن معمولی وسعت بهشتش چقدره که گفتن اگر همه انبیا رو دعوت کنه یه اتاقش هم پر نمیشه، همه 124 هزار پیغمبر یه اتاقش پر نمیشه. تمام دین انشالله باز جلوتر نکات رو عرض خواهم کرد و قرارم شد که به بهشت دل نبندیم دیگه، با همه این جذابیتاش ما برای بهشت رفتن نیومدیم. خیلی انسان بزرگتر از این حرف هاست که بخواد خودش رو، و حالا وقتی اینجور میگیم ببینید دیگه دنیا دیگه چیه، دنیا چیه که یکی بخواد به اینا دل ببنده، به این اعتباریات پوچ و مسخره. یه تعبیر امیرالمومنین دارن در نهج البلاغه خیلی زیباست، یه وقتی اینو توی جلسه قوم گفتم، همسر یکی از علما پای منبر بودن، بعد فرداش اون استاد عزیز گفتن دیشب خانواده ما پای منبرت بوده، این تعبیر به شدت روش اثر گذاشت. اون مولا امیرالمومنین بود، حضرت فرمود الا حر یدا و هذه لماذت لاهلها، یه آزاد مرد پیدا نمیشه این لمازه رو ول کنه. لمازه با زه تازه، زه دسته دار، لمازه رو برای اهلش رها کنه. لمازه چیه؟ این غذایی که آدم میخوره، آشغالایی که لای دندون میمونه، یعنی یه کسی خورده پس مونده خوردن قبلیه، این میشه لمازه. فرمود همه این اعتباریات دنیا که دست شماست لمازه قبلیاست. اینجایی که ما هستیم، خونه‌ای که هستیم، می استاد ما میفهمون که خانواده دیشب اومده به خونه نگاه میکنه میگه یعنی این لمازه قبلی هاست، قبلی ها اینجا خوردن و بردن و تهش پسموندهش رسید به ما. این دنیا آخه واقعا دلبستن داره، دلبستن داره، آدم استفادهشو میکنه ولی لازم نیست. باز یه تعبیر دیگه در امیرالمومنین در نهج البلاغه در مورد پیغمبر که تقمذها قدما، اگه الله اشتباه نگفته باشه، پیغمبر دنیا رو به دندان کشید ولی به دندان نیش نکشید، به این دندان آسیا دندان بغل گرفته بود. از این تصویر سازی رو ببینید، قوغاس یکی با ولع وقتی یه چیزی میگه به دندون نیش میکشه، وقتی یه کسی کراهت یه آشغال رو میخواد دستش بنده آشغال رو میخواد برده به این دندون بغل میکشه، به دندون میکشه ولی حسش چیه؟ این ریاست، موقعیت، شهرت، مدرک، همه اینا لمازه است. آدم عاقل به این چیزا دل نمی‌بنده، نه اینکه پی نمیره دنبالش، میره دل نمی‌بنده، افتخاری به اینا نمی‌کنه، خیالاتی بر نمی‌داره، به بهشتش دل نمی‌بنده. به تعبیر اون بزرگ، بهشت را بهشته اند، بهشت را بهشته اند، گذاشتن و رفتن. بهشت هم برای اینکه بذاری زیر پات بری بالا، چه برسه به دنیا. آدم به اینا دل ببنده میشه عاقل؟ پیغمبر رد میشدن دیدن مردم دور یکی وایسادن، فهمیدن چیه؟ شلوغ کردن، گفتن یا رسول الله یه مجنون دیوونه است، دورشو گرفتیم. حضرت نگاهی کردن گفتن این بنده خدا دیوونه نیست، این بیماره، حالا بالا خونش مشکل پیدا کرده، بیماره، این که مجنون نیست. میخوان بهت میگم مجنون کیه؟ گفتن بله. حضرت فهمیدن مجنون کسیه که به دنیا میچسبه آخرت رو ول میکنه. دیوانه میخواد به کسی این دیوانه دورش هم بشین بخندین، اینو ببین پیدا کنی، این خنده داره، اینجا رو بگیره بقیه رو ول کنه، حماقت دیگه. این عوالم عجیب و غریبی که ما پیش رو داریم که باز اینا خودش چیزی نیست در برابر اونایی که بالاتره. اینقدی هست اصلا اینجا به چشم نمیاد کسی اون طرف یه روزنه‌ای ببینه. خب هر کدوم به رنگی اتاقها در سمت راست سالن قرار داشتن، هر کدوم به رنگی متفاوت از بقیه. مثلا سقف و دیوارهای یک اتاق از نور سبز ساخته شده بود، دیگری از نور کرم. اتاق سبز اتاق مخصوص عبادت بود، تو برزخ هم اتاق عبادت داریم ما، اینجا روزه اونجا هم روزه و سحری و هیچ چیزی که ما شانس نیاوردیم، ما ده شصتی ها اون برم بینیم میگن آقا اینجا به روزه بگیریم، برای ده شصتی ها اون برم روزه است. اتاق عبادت یعنی چی؟ عبادت بدنی به این معنا با رنج و تعب نداره، ولی یه لحظه های خاصی که بخوان یه ارتباط خاصی پیدا کنن چرا؟ این هست اونجا. خب اتاق کرم مخصوص اتاق اقامت مهمان، تو اینا هم لطافتی ها، رنگ سبز توش نکته ایه، رنگ کرم توش نکته ایه،
کرم رنگی که غمزداست، رنگ پذیرایی، رنگ کرمه. قرآن هم میگه که شطور این گاوی که میخواییم بکشیم، فاق اون لونها تسر رو ناظرین، فاق تقریبا هم رنگ کرم خودمون میشه. میگه یه گاوی کرم بکشید که هرکی نگاه میکنه سرحال میشه. بحث روانشناسی رنگ های بحث مفصل بود، ما در مورد ملکوت رنگ های مقدار صحبت کردیم. روانشناسی رنگ های که بحثی در زیر مجموعه مباحث روانشناسی، بحث بسیار گسترده است، مقالات و پژوهش فراوانی نوشتن. اینم از اون آیاتی که دو سه تا آیه تو قرآن داریم که بحث روانشناسی رنگ های، یکیش اینه که بقیه هم گاهی استفاده کردن از این، بعضی پایان نامه ها بر مبنای همین آیه بوده. اون رنگی که جلا میده، سر حال میاره، اشتها رو وا میکنه، رنگ کرم. می‌خواستن گاوه رو بخورن دیگه، یه بخشش رو بزنن به میت، بقیه‌اش رو بخورن. رنگ کرم خوبه، این پردازش رنگ. رنگ سبز رنگ حیاته، رنگ حیات. لذا تو بهشتم اینایی که در اعلا درجه رنگ لباسشون سبزه، سیاه و سند و سن خضر و استبرق در سوره مبارکه انسان. لباسای اینا لباس اهل بیت گفته رنگش سبزه، که حالا این سبز علامت حیات. اونجا چون اتاق عبادت توجه بیشتری اونجا صورت میگیره، چون تو خود برزخ هم ما صعود و نزول داریم دیگه، تو خود برزخ آدم حالاتش متغیره. بعضی وقتا تو همون، با اینکه همه تو برزخ هم، ولی حال توجهش به خدا قوی تره، بعضی وقتا حال توجهش کمتره. اون اتاق سبز اتاقیه که توش حال توجه بیشتره، مقام ارتفاعه، لذا حیات جلوه داره اونجا، رنگش هم سبز. خب خود این بزرگوار فکر کنم این حرفا رو بشنوه کرکوپرش می‌ریزه از اینکه اینایی که دیده چقدر ماجرا داشته، این حرفا همینجوری داره توجیه میشه و توضیح داده میشه. اتاق کرم مقصود اقامت مهمان. آهان، بین این دو اتاق یک استخر بزرگ قرار داشت. میگه مگه ارواح شنا میکنن؟ آره شنا میکنن، اما خیس نمیشن. نه آب اسیری استخر یعنی مسادی خیسشون میکنه، نه بارانهای اسیری. بارانهای اسیدی نه، اومال تهرانه بارانهای اسیدی، بارانهای اسیری. باران اسیری ظاهرش بارانه، جلوستی. ببین همه اینا جلوست، همونجور که تو عالم همش جلوست. تو این دنیا ما چیز غیر از جلوه داریم؟ همش جلوست. فقط اینجا فراموش میکنیم، فریب میخوریم، این ظواهر میگیره. اونجا دیگه فریبی نداره، جلوه خالص، عین توحیده، عین رحمته. اینجا هم همه چی رحمته، متوجه نمیشه. اونجا دیگه قشنگ با توجهه، لمس میکنه آدم رحمت رو. لذا باران هست ولی خیس نمیکنه، چون قرار نیست گیاهی را برویاند. فعل و انفعالی درش نهفته نیست، قوه و فعلی نداره چون ماده نیست. وقتی پای ماده در کار بود قوه و فعل هست، فعل و انفعال هست. چون ماده نیست درختای بهش با این بارون رشد نمیکنن، بارونش قرار نیست سد جای رو پر کنه، بارونش فقط جلوه رحمت خداست. حالا کی میزنه، به چه مناسبت میزنه، اون حساب کتاب داره. میگه گاهی به اشتیا، تازه این برزخه مالا عالم بالاتر، میگه گاهی به اشتیا میبینن یه جرقه از نور میزنه، نوعیت عجیب و غریبی اینا. چون یه مقدار صحبت کردی میشه اینا رو گفت، اینا واقعا نوعیت جایی طرح نداره. یه هم میبینن یه جلوه میزنه، یه برقی میزنه، به هیچ رو روشن میکنه. میگن چی بود؟ یه برق خاصی بود. اینو مرحوم آیت الله مستنبد در کتاب شریف القطره نقل کرده. این کتابو حتما بخونید، ترجمه شده دو جلد، عالی این کتاب، هر جلدش هم تقریبا 600 صفحه است. ایشون میگه که جلوه میکنه در بهش، بهشتیا مبهوت میشن، یعنی چه نوری بود؟ پاسخ میاد هادا نور و ذهک علی و فاطمه، این نور لبخند علی و فاطمه بود، نور لبخند نشون بود، بهشت رو روشن کرد. یعنی چی این حرفا؟ من نمیفهم، فهم میدونم خیلی خبر هست، همینقدر چون میفهمم و میفهمم امیرالمومنین بعد از زهرا خیلی بالا، همینقدر چون میتونم بگم، بقیه شو دیگه نمیفهمم. خیلی اینا ویژن، خدا عالم برای اینا خلق کرده، یعنی خیلی خیلی ویژن، همینقدر چون من میفهمم. خب میگه در اون خونه اساسیه وجود نداشت، مبل، صندلی، فرش و غیره. مبل و صندلی و تخت اسیری وجود داشت، از جنسی نرمتر، لطیفتر و سبکتر از ابر. این وسایل بر کف اتاقها که از نور بود گذاشته شده بودن. چی میشه؟ جن خوب بوده.
از جنس ابر بوده، ولی کفش هم از جنس نور بوده. همه که نمیشه توضیح داد دیگه، نمیشه توضیح داد. الان میگن آقا انسان از جنس خاکه، خب یعنی چی؟ یعنی الان آب بریزم و گل میشیم، صفر میشیم، میبندیم مثلا بارون میاد. شیطان از جنس آتشه، خب بعد نمیسوزه تو جهنم؟ تازگی یکی از عزیزان سوال کرده، من هم جواب دادم، الان باروزی رو بارون شما بری از جنس خاک مگه نیستی؟ درخت هم از جنس خاکه، بارون میاد یعنی گل میشه، چی میشه؟ از جنس اونه، یعنی اون عنصر اولیه‌شو این حقیقت مثلا مادی شکل داده. یعنی این از جنس نوره. خب بله، اگه نور مثلا نور اینجا باشه، ابر که میاد سایه میکنه، نور از بین میبره دیگه، نور دیگه نور نیست. تخته از جنس ابره، کف اتاق از جنس نوره، تخته رو تخت روی کف اتاق و کف هم هنو نوره و این هم ابره. نه اون نوره این ابره رو آب میکنه، نه ابره سایه میکنه نور رو به محاق ببره دیگه. حالا اینجا ما همینقدر میتونیم توضیح بدیم، بقیه شو دیگه انشاءالله باید بریم ببینیم دیگه، بیشتر از این بر نمیم. گفت یه حاج آقای یه ماه مبارک، شاید نگفتم اینجا نمیدونم، یه ماه مبارک کلن در مورد بهشت صحبت کرده تمام سی روز. روز آخری که من گفتم حاج آقا حالا من میدونم شما قصد خیر بود، خواستی ما امیدی ایجاد کنی در ما، ولی خب یه همه از بهش گفتی، یه روز هم نمیده جهنم صحبت میکرد، یه کمی حالا تعدیل بالانس میشدیم ما، همش از بهش گفتی، هیچ چیه جهنم نگفتی. گفت نه اونو که میدونی آخه، اونو میرید میبینید. اینو گفتم چون نمیبینید بدونی چه خبرت. اونو که میرید میبینید. حالا مزایش اینه که اینا که میگیم و از تو شما میرید میبینید، ما چون نمیبینیم فقط داریم توضیحشو میدیم، یکم اینجا صفا کنیم. میگه که گفتی تو خونه تخت خوابم بود، معناش اینه که ارواح به خواب میرن. گفت ارواح هرگز به خواب نمیرن، اما گاهی بنا به عادتی که در زمین داشتن دراز میکشن، استراحت داریم اونجا، خواب نداریم. خواب به معنای غفلت نداریم. خود اهل بیت استراحت میکردن ولی نمیخوابیدن. پیغمبر اکرم فرمود ینام قلبی، ینام عینی ولا ینام قلبی. چشم میخوابه، قلبم نمیخوابه. بس طلبا سر کلاس که میخوابن میگم بیدار شو، این روایت برات میخونه که ینام عینی ولا ینام قلبی، من چشم خوابه قلبم بیداره. این استراحته. الان امام زمان به یک دوستان میگفتم، گفتم مثلا شما ساعت 2 شب توسل پیدا میکنی به امام زمان، با خودت نمیگی الان حضرت خوابن؟ آمار زابرا میکنی 2 شب آقا بیدارشن، کی بود چی بود آقا چیکار داری نصف شب؟ 2 دقیقه بخوابیم خدای بسته دیگه. امام زمان استراحت میکنن، خواب ندارن دیگه. فکر کنم با این دوتا مثال تونستم حلش کنم. بهشتی ها تو عالم برزخ استراحت میکنن ولی خواب ندارن. ساعت استراحتشون هم ساعت استراحت تو قیلوله ماست. احسن و مقیل ها قرآن میگه، مقیل وقت قیلوله، همین تایم سر ظهر که گفتن هر یه ربع خوابش معادل 3 ساعت خواب شبه، که هر یه ربع خواب شب معادل 3 ساعت خواب روزه، یه همچین نسبتی. اصل خواب خواب قیلوله است، تقریبا مثلا 1 ساعت قبل از اذان ظهر، برخی گفتن تا 1 ساعت 1 ساعت و نیم بعد از اذان ظهر. تو ژاپن این ساعت رو تعطیل میکنن، به زور کارگران میخوابونن، میگن راندمان کار میره بالا. این ساعت قیلوله است. تو بهش ساعت قیلوله دارن، تو قیلوله استراحت میکنن ولی به خواب نمیرن. پس مثلا همین تخت خواب دارن. از وسایل تزیینی موجود تو خونه بگید، حتما وسایل تزیینی خاصی بود. فقط تابلوها، فقط تابلوهای زیبا و خیره کننده، با وجود اون سقف و دیوارهای نورانی زیبا، همین تابلوها برای تزیین داخل خانه کافی بود. آقا تابلو هم داریم اونجا؟ بله. رو عرش ما تابلو داریم، مثلا سمت راست عرش یه تابلو داریم، سمت چپ عرش یه تابلو داریم، رو درهای بهش تابلو داریم، هر در بهش یه تابلوی داره. جالب شد دیگه نه؟ عرش تابلو داره، مثلا الحسن و الحسین سید و شما به اهل الجنه، تابلوی سمت راست عرش اونجا میبینید تابلو زده، خوشگه. خب برای چی اونجا تابلو زده؟ شما اونجا برای چی تابلو میزنی؟ بله برای چی اینجا تابلو میزنی؟ الان مثلا شما این روبروی بنده این تصویر زیبای حرم امام رضا علیه السلام، این بنر
این علامت چیه اینجا؟ برای چی زدن اینو؟ گنبد. چیه؟ گفتم فکر کن بیاد بیفتی که غذا حضرت بهت بدن دلت بسوزه. برای این زدن. این نماد هویت این دانشگاه است. درسته؟ میگن دانشگاه فردوسی حرم امام رضا، مشهد امام رضا. این آرم حرم علامت هویت این دانشگاه است. بچه‌های این دانشگاه یه امکان ویژه‌ای دارن، اونم اینه که تو شهری درس می‌خونن که حرم امام رضا اونجاست، تعلق دارن به این حرم. بله. چرا سمت راست عرش این تابلو رو زده؟ میخواد بگه سابکار اینجا اینا، تعلق داره اینجا به اینا، از نور اینا آفریده شده. تابلوی هشدار و پارک ممنوع و حمله با جرثقیل و اینا نیست. اینجا وایسی میبریم تو این حرفا. تابلوهای اونجا ببینیم، ما این نکته بسیار مهم، اینجا هر چی داریم جنس اعتباره. ما تو عالم برزخ هیچ چیز اعتباری نداریم، همش حقیقت. اگه صفا میکنیم بگم، صفا نمیکنیم هم باز میگم، مهم نیست، ولی صفا کن که اذیت نشم. میگه در بهشت رو که میزنم، میخوام برم خونه بهشتی، شهید نه، پره شهید، یه خونه بهشتی میخوام برم مهمون بشه. در که میزنن، در چی میگه؟ در حرف میزنه. توتی ها رو پایی میزنن، در ها حرف میزنن، اونجا تو بهش همه چیزش فهم میکنه. در حرف میزنه، تنت و قالت یا علی. در رو که میزنی، در صدا میزنه، میگه یا علی. خیلی دوست دارم یه کمی برم اون جلو موله های این روایت توضیح بدم، ولی دیگه میترسم خطرناک میشه. همین آروم جلو موله لب ساحل میمونم، وسط دریا نمیرم چون وسط دریا غرق میشه. یه کمی توضیح بدم دیگه فیوز میشه از کنیم. در بهشت رو که میزنن، در میگه یا علی. چرا؟ استاد بزرگوار حضرت الله جوادی فرمودن که تو بهش، بهش داره تضاهم نیست، مانعی نداره، اعتبارم نداره. اینجا در زدن اعتباره، زنگ زدن اعتباره. قرار گذاشتیم که هر کی زنگ میزنه صدای زنگش علامت چی باشه؟ که کسی پشت در است. در زدن علامت چی باشه؟ که من با تو کار دارم. دقت دقت دقت، با هم قرار گذاشتیم من با دست رو در زدم شما به چی منتقل بشی؟ که منی که پشت درم با شما کار دارم. بله؟ قرارداد دیگه اعتباره. تو بهش اعتبار و قرارداد نداری. اونجا اگه در میزنه دیگه قرارداد نیست، خود در صدا میزنه. شما اینجا در میزدی اعتبار این بود که من با صابخونه کار دارم، اونجا در میزنی دیگه اعتبار نمیکنی، خود صابخونه رو صدا میکنه. حالا صابخونه کل بهش کیه؟ قسیم الجنت و نار کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. صابخونه بهشت رو صدا میزنه. حالا چرا صابخونه خود این اتاق خونه رو صدا نمیزنه؟ دیگه توضیح بماند، بخوام بیشتر توضیح بدم غرق میشه. برای اینکه این دیگه فقط اشاره، دیگه توضیح نخواهم. برای اینکه هر بهشتی اونجا یه جلوه از جلوات امیرالمومنینه، چون امیرالمومنین حقیقت ایمانه. بخوام توضیح ندم واسه این میشه، نمیشه. ایمان و مؤمن از هم جدا نمیشن. اونجا مؤمن من و شما، اونجا جسممون جلوه داره دیگه، اونجا جسم جلوه نداره، ایمان جلوه داره. ایمان صورت میگیره، صورت مثالی میگیره، میشه من و شما. همونجور که اینجا وجود صورت گرفته شدیم، من و شما، من و شما هر کدوم وجود، یه وجودیه که شده این آقا، شده اون آقا، ماهیت پیدا کرد. اونجا ایمان است در بهشت، دارالایمانه. هر آن چه که است ایمانه. ایمان تو قطعات مختلف، اجزاء مختلف بروز پیدا کرده، شده افراد بهشت. حقیقت ایمان کیه؟ امیرالمومنین. همه میشن یه جلوه از امیرالمومنین. دیگه ببخشید دیگه میخواستم نرم رفت. اصلا خیلی بیشتر میتونم برم ها. یکم دیگه برم که دیگه اصلا دیگه خیلی بحث خراب میشه. از چی شد؟ اونجا تضاهمی نیست. تابلوهای بهش برای چی بود؟ برای اینکه تعلق رو میخواد برسونه. شما از تابلوهای بهشتی تعلقات فرد رو میتونی کشف کنی. توضیح بیشتر میدم. مثلا طرف تو عالم دنیا امام خمینی رو دوست داشته، تو بهشت برزخیش عکس امام خمینی رو دیوارش،
روز قیامت هم که با هم محبت محشور میشه دیگه. لو احب رجل حجرا لحشره الله معه. آدم اگه یه سنگ رو دوست داشته باشه روز قیامت باش محشور میشه. این صورته باهاش هست، تابلوهاشو داره، تعلقاتش، هر کی یه نگاه میکنه تعلقاتش میشه فهمید. اینجا میشه فهمید یکی بعد کسی تو ملکوت سیر کرده باشه، یه نگاه میکنه میفهمه این طرف چی کار است و با کیاس و چه علاقه هایی داره و کجا میپره، خطورات ذهنیش چیه، 50 سال پیش یه بار به چی فکر کرده. یه آقای تهران داریم خیلی بیجه است، اینجوریه. بعد زنده هم هست دیگه، رو توضیح بیشتر نمیدم که تو جنگ با داعش ایشون رو میبردن و چه پدری از داعش در آورد. یکی از دوستان ما تو مسیر مشهد تصادف کرده بودن و اینا، یکی از افراد اون ماشین به رحمت خدا رفته بود، همسر ایشون که بغل اون خانم بود که به رحمت خدا رفت، ایشون بعد اول از دنیا میرفت زنده مون. بعد به اون آقا گفته بودن آقا ما تصادف کردیم، گفتم خانم شما یه بار فلان وقت، حالا گفته او به چی من نمیتونم بگم چون بگم دردسر میشه برام، گفتم یه بار خانم شما بگم دردسر میشه، گفتم یه بار خانم شما نشسته فکر کرده و گفته بود که من اگه شوهرم بخواد ازدواج مجدد کنه، همسر دومو بگیره، راضی ام یا نه. بعد با خودش یه لحظه فکر کرد و گفتم که خب حکم خداست چه اشکال داره. اون آقا به این دوست ما گفته بود خانومت به خاطر اون یه لحظه فکری که کرد اینجا از این تصادف نجات پیدا کرد. به خانوم گفته بودم، گفتم هیچ کی خبر نداشت، ولی جدی نگیری ها. خانوم گفت به تو ربطی نداره، من یه بار اشتباهی کردم، با خودم یه فکری کردم. یه خطور ذهنی این صورت داره، ملکوت داره، اتفاقات داره، تقدیر داره، یه صورت اصلا کل سیستم تقدیر شما رو می‌ریزه به هم. بعداً ان شاءالله یکی دو سالی در مورد تقدیر با هم صحبت خواهیم کرد، اگه زنده باشیم اینجا باشیم ببینمون نکنن، در مورد تقدیر ان شاءالله با هم صحبت می‌کنیم. خب چقدر طول کشید خونه مادر بزرگی چقدر طولانی شد، یه پاراگراف دیگه بخونم تمام، از فردام که وقتمون کم میشه، هر چی زور داشتیم روزا زدیم وقتتون هم گرفتیم. همین تابلوها برای تزیین داخل خانه کافی بود. نمیدونم میتونید یه چیزی از بهش میتونیم با هم تصور کنیم یا نه، انشالله که تونسته باشیم توی این گفتگوها یه صورتی از بهش دستمون بیاد چه شکلیه. امیرالمومنین فرمود اگه بدونید چه خبره، گفتم براتون اینجا روایتو خطبه طاووسو نگفتم، خطبه طاووسو که امیرالمومنین میخونن اینو همین امروز برید بخون، من دستتون رو میبوسم، من گوشیتون همین الان که تموم شد در بیارید خطبه طاووس. از زیبایی های طاووس میگه امیرالمومنین، همه مست میشن، دیوانه میشن. آقا یه پر وقتی در میاد، یه پر سبز مثلا، همه اطرافش قهوه‌ای و سرخ و چی و چیه، این پره بعد جاش که در میاد سبزه، رنگش عوض نمیشه. از این اعجازی که در خلقت طاووس به کار رفته حضرت میگن. بعد میفهمن این یه مخلوق کوچکی از مخلوقات خدا در عالم دنیا بود که اگر همه خلائق جمع بشن نمیتونن وصفش رو کنن. بعد میفهمن برید ببینید بهشت چیه. این جمله از امیرالمومنینه که اگر بدانید بهش چیه، من مجلسی هازا، از این مجلسی که کنار علی نشستید پا میشدید میرفتید تو قبرسون قبر میکردید، میگفتید خدایا از اینجا نمیرم تا من از دنیا ببرید، اینجور مشتاق میشدید. اگر بدونید بهش چیه، کنار علی نمیشستید توی مجلس، پا میشون میرفتید من میخوام برم، چی داره اینجا برمونده؟ در قیاس با طاووس میگه یا آقا طاووس چیه بنده خدا، طاووس چیزی نیست برای اونی که اون طرفه. خب تابلوهایی که بر دیوارهای نوری آویخته شده بودن با تابلوهای معمولی تفاوت داشتن، اولا خیلی بزرگ بودن، در ثانی کاملا طبیعی دیده میشدن، نقاشی نیستا، چون نقاشی باز اعتباره، دقت یه عرض من خواهش بودم گوش بدیم، حیفه به خدا اینجا ما نقاشی میکشیم اعتباره، الان این عکس از حرم امام رضا اعتباره، قرار گذاشتیم که این جلوه ای از حرم امام رضا باشد. میگم آقا من اینا رو میکشم کنار هم، با هم فرض رو بر این بذاریم که این چهره فلانی هست، درسته؟ اونجا اعتبار نداریم، اونجا خود فلانی حاضر است. خیلی دوست دارم یه سری حرفا رو بزنم، میاد همینجور رگباری دیگه رد کردم، یکی رو رد کردم، یکی داشتم خیلی بیشه ولی یه 10 دقیقه توضیح میخواد. خب به عنوان نمونه تابلو بسیار بزرگی از منظره اقیانوس وجود داشت ولی کاملا طبیعی و زنده بود. میخوام بگم که امواج اقیانوس ساکن و بی صدا نبودن، هم حرکت داشتن هم صدا. تا
تابلو اقیانوس بوده، بعد اقیانوس موج میزده، صدام داشته. خیلی جالب. خدایی ما اینجا چی کار میکنیم واقعا؟ ما اینجا نیستیم، اینجا چی کار میکنیم؟ المومنو قریبون فی هاده فی دارت دنیا. مومن اینجا قریب، مومن مال اینجا نیست. بنده خدا عذیته. من امواج خروشان رو میدیدم که آزمندانه و با التهابی شهوانی تن ساحل رو لیس میزده. در ضمن من صدای یک نواخ و خوش آهنگ امواج رو خیلی واضح میشنیدم، حتی صدای مرغان دریایی را که بر فراز اقیانوس در حال پرواز بودن. انگار داشتم از پنجره وسیع به یک منظره واقعی نگاه میکردم. بعد میگه چه تابلوهای دیگه دیدی؟ انشالله فردا براتون اگر زنده باشیم میخونم. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد الله تعالی.